ما گروه گسترده شرکت‌های اسمارت هوم در ایران هستیم با محصولات جی فور در کل ایران، استان‌های تهران، مشهد، گیلان، مازندران، شیراز، کرمان و یزد، خراسان جنوبی، شمالی، رضوی، کیش، خوزستان، تو همه این استان‌ها فعالیت می‌کنیم، پارتنرهای زیادی داریم، همه شرکت‌ها تمایل دارن که با ما کار کنن، با محصولات جدید و با کاربردهای ویژه در ایران فعالیت می‌کنیم. این کلید کلید DDP ماست که می‌تونیم توسط این کلید پرده‌های برقی رو کنترل کنیم. اگه کلید رو به سمت راست یا چپ فشار بدم میتونم پرده رو باز یا بسته کنم. بعدا پرده باز و بسته میشه. میتونم تلویزیون رو روشن یا خاموش کنم. کانال تلویزیون رو میتونم تغییر بدم، به هر کانالی که بخوام میتونم برم. ولوم تلویزیون رو میتونم کم یا زیاد کنم. اینجا میتونم درجه حرارت محیط رو داشته باشم و همچنین تاریخ. حالا میتونم توسط این کلید برم به پیج حالا قبل یا بعد، که توی این پیج من روشنایی رو دارم. میتونم توسط این کلید سناریوی روز مثلا بدم که اگر روز بود پرده ها باز شه، حالا اگه چراغ اضافی بود خاموش شه. میتونم سناریوی مطالعه بدم که حالا چراغایی رو که از قبل مشخص کردم توی این سناریو برام روشن بشه، سناریوی رومانتیک، سناریوی خواب و هر سناریویی که مد نظرم باشه میتونم بهش بدم. سناریوهای دیگه، حالا تولد، استارت، هر سناریویی. این صفحه‌ای که می‌بینید می‌تونم توسط کلید DDP موسیقی یا هر آهنگی رو که بخوام از آلبوم دلخواه خودم انتخاب کنم و گوش کنم، که می‌تونم توسط این کلید پلی کنم حالا هر آهنگی رو که می‌خوام. می‌تونم صداش رو کم یا زیاد کنم. می‌تونم سورسم رو انتخاب کنم، حالا آلبوم عوض کنم و کدوم آهنگ رو برای من از اون آلبوم پلی کنه. آهنگ رو میتونم عوض کنم. تلویزیون های زیبایی هم که اینجا میبینید در طرح‌های مختلف با رنگ‌های متنوع، شکل‌های مختلف، که حالا به تناسب اون فضایی که دارید میتونید ازش استفاده کنید. حالا اتاق بزرگسال باشه، بچه باشه، دختر باشه، پسر باشه، در طرح‌های مختلف میتونید ازش استفاده کنید. این طرح رو میتونید ببینید، این طرح‌های مختلف. ببینید آسانسور تلویزیونه، میتونید اطراف این رو کابر کنید، یعنی قفسه چوبی یا یک کمدی که برای تلویزیون در نظر میگیرید داخل این داخل اون قرار میگیره. برای زیبایی خونه تلویزیون داخلش مخفی میشه. حالا هر وقت احتیاج دارید به صورت بالابر تلویزیونتون از داخل اون کمد خارج میکنه و قابلیت این رو داره که به صورت 360 درجه بچرخه. آیتم‌های لوکسی که ما داریم، یکی از اونا شامل این تلویزیونیه که اینجا می‌بینید. تلویزیونی هستش که ضد آب، شما می‌تونید برای فضاهای مرطوب، فضاهایی که حالا نمناکه مثل استخ، سونا، سرویس مستر استفاده کنید و هر چیزی رو هم بخواید مثل ماهواره هر چیزی رو می‌تونید روش ببینید و به صورت تاچ هستش.
وقتی که خاموش میشه شما میتونید به صورت آینه ازش استفاده کنید، یعنی هم تلویزیونه هم به صورت آینه کار میکنه. مدل های دیگه تلویزیونی که داریم میتونید داخل فضای آشپزخونه استفاده کنید، صفحه‌هاش به صورت در کابینت، یعنی هم به صورت در کابینت اگه شما ببینید در قفسه است که به صورت تلویزیونه، و همینطور تلویزیون های دیگه ای که حالت چرخشی داره، ببینید کامل میچرخه و شما میتونید جمعش کنید که از فضای آشپزخونه استفاده کنید و هم به صورت تلویزیون ازش استفاده کنید. آیفون دیگه که اینجا میبینید یه آیفون معمولیه دارای دوربینه، از یه آیفون فرق میکنه. شما میتونید زنگ بزنید بعد تصویر رو داخل این پنل ببینید، حالا با این در رو براش باز کنید، صحبت کنید و کارهای دیگه که میتونید براش انجام بدید. که اینجا میبینید یه آیفون مخصوصیه که اصلا نیاز به کابل کشی نداره و قابلیت این رو داره که سیم کارت میخوره، وقتی کسی میاد پشت در و زنگ میزنه متصل میشه به تلفن داخل خونه و شما میتونه از داخل خونه باهاش صحبت کنید و در رو براش باز کنید، اصلا نیاز به کابل کشی نداره. این پنلی که اینجا میبینید پنل حالت اضطراریه که اگر اتفاقی جای بیفته، حالا جای مختلف توی ساختمون، استخر، هر جایی میتونید ازش استفاده کنید که با زدن این کلید شما متصل میشید به همون مرکزی که بهش اطلاع دادید، حالا میتونه اورژانس باشه، میتونه آتش نشانی باشه و هر جای دیگه. حالت اضطراری که پیش بیاد با زدن این کلید شما میتونید متصل بشید به اون سورس. اسپیکرهایی که اینجا مشاهده میکنید در طرح‌های مختلف برای بیرون ساختمان میتونید ازشون استفاده کنید، برای حالا باغچه، باغ، فضای سبز در طرح‌های مختلف و ضد آب هم هستن که میتونید به راحتی در جاهایی که مرطوب هست یا حالا برای آبیاری استفاده میشه از اینا استفاده کنید. اسپیکرهایی هستش که باعث میشه که حشرات و پشه و این چیزا حالا نداشته باشیم، یعنی از بین میبره و ضد آب هم هستن. موتورهای مختلفی که اینجا میبینید برای کنترل گیت های ورودی ساختمونه، حالا بعضیشون توسط کارت ریدر یعنی با کارت کنترل میشه، اینا برای ورودی به صورت آیفون به صورت کد عمل میکنه، و گیت هایی که به صورت افقی باز و بسته میشه، عمودی باز و بسته میشه، مگنت های مختلف، اینا هم برای ورودی ساختمون عمل میکنه. محصولی که اینجا میبینید برای سیستم امنیتی و سکیوریتی استخره که اگر مثلا بچه یا کسی ناخواسته داخل استخر بیفته به شما آلارم میده و شما آگاه میشید. این مشابه همین محصوله ولی اینکه ثابت، این ثابته ولی این متحرکه، باید روی دستش مثلا نصب کنید و اینکه اگر اتفاقی براش بیفته به شما آلارم میده. سیستمی که اینجا میبینی سیستم جدید هتلیه، یعنی جدیدترین سیستم هتلی توی دنیاست، با یه پنل و کارت هولدر در بیرون اتاق، همینطور که میبینی شماره اتاق و یه پنل دیگه. توسط این پنل شما میتونید با خانه‌داری هماهنگ کنید، مزاحم نشوید. میکنید شماره اتاق رو میتونید ببینید، اکسس کنترل، و میتونید خدمات رو روش داشته باشید، حالا مثل مزاحم نشوید باز، خانه‌داری و کارهای دیگه. این پنلی که میبینید جدیدترین پنل ماست که با تکنولوژی آیپد کار میکنه و با سافت‌ور رایگان که به شما ارائه میدیم، میبینید فرمش و به صورت آیپد هستش.
کلیدهایی که مشاهده میکنید در طرحهای مختلف که با هر طرحی که داخل خونه ها را یا ساختمونتون داشته باشید میتونه هماهنگ باشه، مناسب برای کار طراحی داخلی. کلیدهای ترموستاتی که ما هست، اینها هم کلیدهای ساده که میبینید 6 پل 4 پل و در شکل‌های مختلف و همینطور سوکت‌های مختلف که میتونید مچ کنید با کلیداتون. حالا این هم در طرح‌های مختلف هسته، سوکت‌های مختلف برای تلویزیون، دیتا، آدیو، ویدیو و سوکت‌های مختلف. در این قسمت سویچ ها و کنترلر های ما رو میبینید که اینا داخل تابلو در ساختمون نصب میشه. سیستم صوتی رو میتونیم توسط این آمپلیفایر کنترل کنیم، رله هایی که روشنایی رو کنترل میکنه و تجهیزات دیگه که توسط رله ها یعنی کنترلر ها و کلید میتونیم سیستم روشنایی، سرمایش گرمایش، امنیتی، پرده های برقی و همه رو در داخل ساختمون کنترل کنیم. مزیتی که این سیستم G4 نسبت به سیستم های دیگه داره اینه که ما میتونیم به صورت دستی به این سیستم برنامه بدیم، یعنی اگر کامپیوتر نداشته باشیم میتونیم به صورت دستی خودمون برنامه نویسی کنیم. برای مثال اگه من بیام توی یکی از این رله ها یه دونه از کلیت ها رو فشار بدم و به مدت چند ثانیه نگه دارم، شروع به چشمک زدن میکنه، یعنی این خط من شروع به چشمک زدن میکنه. حالا اگر داخل کلید بیام به عنوان مثال هر کلیدی رو که بخوام این چراغ رو کنترل کنه بزنم، مثلا اینجا شما لوستر رو میبینید، من لوستر رو میزنم و برنامه نویسی میشه، یعنی توسط کلید 3 من میتونم این چراغ رو روشن و خاموش کنم.